امروز از شهادت وحید عزیز میشنویم، کاری که خدا در زندگیش کرده و دعا میکنم اگر تو سختی و درد و فشار و مریضی هستی، شهادت وحید عزیز نه فقط تسلی بده، بگه اشکال نداره عزیزم، ناراحت نباش، بلکه دعا میکنم تو زندگیت معجزه کنه، هم معجزه‌ای که برای وحید کرد. وحید جان اگر وصل هستیم با هم صحبت میکنیم. خیلی خوشحالم، خوش اومدید برنامه در زندگی. سلام کشیش هرمز جان عزیز، خسته نباشید. سلام میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون، بینندگان محترم، من در خدمت شما هستم. بله خب زندگی تو بگو، میدونم خدا تو زندگیت خیلی کارها کرده، یه مقدار یه کوتاه راجب ایمان آوردنت بگو، ولی بعد راجب اون معجزاتی که تو زندگی دیدی. البته نجات خودش بزرگترین معجزه است که آدم از مرگ روحانی به حیات بیاد، از جهنم به بهشت بیاد. پس با اون معجزه نجاتت شروع کن، ولی معجزه‌های دیگه ای که خدا برات کرده بفرمایید. من کشیش هرمز، خب توی خانواده مسلمان‌زاده بزرگ شدم و شهادت زندگی من برای زمانیه که ازدواج کردم، فرزند من ایلیا به دنیا اومد. ایلیا از بطن تولدش دچار مشکلات و مریضی متعددی شد. خب اوایلش مریضی زردی داشت که دوربر چند مدت زیر مهتابی بود که بر اثر همون مهتابی ها چشماش خیلی ضعیف شد، که بعدا متخصصا گفتن نکات ایمنی و پزشکا متخصصا درست رعایت نکردن، چشای ایلیا حدود 4 و 5 شد ضعیفیش. بعد از این خب ایلیا دچار مشکل مریضی شد. سال 90 بود، ما متخصصای زیادی ایلیا رو بردیم. حالا هر متخصص خوبی که به ما معرفی می‌کردن، اصفهان بود، شیراز بود، تهران بود، یزد بود، کل این متخصصا ما ایلیا رو بردیم، ولی هیچ کدوم از اینا درد ایلیا رو تشخیص نمیدادن، نمیدونستن چه مشکلی داره، فقط دارو تجویز میکردن. خب داروها ما به ایلیا میدادیم، بعضی از داروها خب روی ایلیا جواب نمیداد، بدنش دونه های قرمز میزد، بی اشتها میشد، کم خواب میشد، باز میبردیمش، داروهاشو عوض میکردن، ولی خب هیچ نتیجه نمی گرفتیم. هرچی هم متوسل می شدیم به خدا، ائمه. خب من روزایی که ماه محرم بود، هر سال خانواده می گفتن قربونی بده، هر سال جلو علم من قربونی می دادم برای پسرم، یا یه اصطلاح بود که بهش می گفتن یه گوسفند عقیقه کن برای سرسلامتیش. من باز برای ایشون سالی دو بار گوسفند قربونی می کردم. خب امام رضا میرفتیم که با خانومم میرفتیم، حتی خانومم شد که طلاها رو از دستش در آورد و تو حرم انداخت، ولی هیچ نتیجه ای نگرفتیم، هیچ ارتباطی با خدا برقرار نمیتونستم بکنم، تا ای که اصلا از همه چیز بریدم، از خدا و از همه چی بریدم، دیگه با خدام قهر کردم. خب زمانی که ایلیا این داروها رو مصرف کرد، تعادل جسمی نداشت، هیچ تعادل جسمی نداشت، تا حدی بود که اگه ما میخواستیم یه بازار بریم باید ایشون رو تو سن 4-5 سالگی کلن بغل میکردیم، یعنی شاید 10 قدم نمیتونست درست راه بره، 10 قدم که راه میرفت میخورد زمین، هیچ تعادلی نداشت. بیشتری وقتا کشیش هرمز من پارک شهر که میبردمش برای بازی، اونجا خیلی عذاب میکشیدم. وقتی که پارک شهر میبردمش، خب بازی بچه ها رو میدید، تاب و سرسرهی که بچه ها میخوردن، اون شور نشاط بچه ها رو میدید، فقط میتونست ببینه، یعنی اون لذت و اون تاب اون سرسره هیچ وقت لذت اینا رو نچشید، فقط از شادابی بچه ها، از ذوق بچه های به وجه میومد، ولی هیچ بازی نمیتونست بکنه، هیچ تعادلی نداشت. خودم هم خواه از وضعیت روحی خراب داغون بودم، علاوه روحی کویم، مشکلات رو دوشم بود،
طوری شد که دیگه گوشه‌گیر شدم، دوست نداشتم اصلا تو جمع باشم. خب همش تنها بودم، خانواده خانومم حالا اگه مجلسی داشتن، عروسی داشتن، عقدی داشتن، حتی من تو اونا هم شرکت نمی کردم، اصلا دوست نداشتم تو جمع برم، بیشتر تو خودم بودم که خانواده خانوم من بیشتر از من شاکی بودن که اقوام ما همش میپرسن چرا بیتا مثلا شوهرش باهاش نیست، تو هیچ مجلسی ایشون با خانومش نیست. خب گوشه‌گیر بودم، تو حال خودم بودم، هیچ شفایی یا دریافت نمی کردم، دنبال خدا بودم، هیچ حسی رو برقرار نمی کردم، همیشه ارتباطم یه طرفه بود، هیچ وقت ارتباط دو طرفه رو برقرار من نکردم. تا اینکه به واسطه شغلم کشیش هرمز، من راننده کامیون بودم، به واسطه شغلم من یه بار از تهران زدم برای استان فارس شهر مردشت، اونجا با یه عزیز آشنا شدم که الانم ایرانه، همیشه براش دعا میکنم. من با ایشون آشنا شدم، طی یه مدت من چند تا بار برای ایشون آوردم، بیشتر با هم آشنا شدیم. خب اون وضعیت روحی منو میدید که چقدر وضعیت روحی من خرابه، من حالا بار مشکلات ایلیا بود، باز خانومم هم بود که همه بار مشکلات ایلیا بیشتر به دوش خانومم بود، چون من خب شغلم یه جوری بود که زیاد خونه نبودم، دکتر هر جا که میخواست ببره خانومم ایلیا رو میبرد، خب ناراحت ایشونم بودم. تا اینکه با ایشون آشنا شدم، خب بیشتر دوست داشتم با یکی رفیق بشم که بتونم باش درد دل کنم، کسی رو پیدا نمی کردم. تو به ایشون آشنا شدم، کنار ایشون که می رفتم آرامش خاصی به ام دست می داد، تو چهره ایشون یه آرامش خاصی بود. تا اینکه بعد از مدتی برای صرف شام من ایشون رو دعوت کردم خونه، ایشون بعد از شام یه انجیل به من هدیه داد. خب من طوری بودم که زیاد به مطالعه کشیش هرمز علاقه زیادی نداشتم، دوست نداشتم اصلا مطالعه رو، خب کتاب رو بی اهمیت گذاشتم خونه. خب همیشه آرزوم این بود که آرامشی که ایشون داره منم به او آرامش برسم. تا اینکه کلام رو داخل ماشی بردم، کلام رو مطالعه کردم، کلام منو آروم کرد. تا اینکه زنگ به ایشون زدم گفتم میخوام ببینمت، باهات صحبت کنم، محل کار ایشون با هم قرار گذاشتیم، با هم صحبت کردیم. ایشون به من گفته بود من کلیسا خونگی میرم، ازش خواهش کردم، ازش خواستم که منو به کلیساشون دعوت کنه، که ایشون هم به من گفت با شبان کلیسا صحبت میکنم، که یه قرار برای من گذاشتن، منو به کلیسا بردن. تا اینکه من از جاده به خونه اومدم، تو اون زمان خانومم ایلیا رو برده بود شیراز دکتر، خب یه متخصص گفته بود ما یه تست نهایی باید از ایلیا بگیریم که این تست خیلی خطرناکه، ته این تست ما به شما میگیم که مریضی ایلیا چیه. خب این تست خیلی خطرناک بود، به من گفت که گفتن باید یه فرمو پر کنید، امضا کنید، اگه مرگی چیزی پیش اومد از لحاظ قانونی برای اون بیمارستان یا برای اون پزشک مشکلی نداشته باشه. خب من اون روز اینو در اختیار خانومم گذاشتم، گفتم هر تصمیمی که شما بگیرید برای منم محترمه. خب زمانی که من به کلیسا دعوت شدم، بچه های ایماندارا برای من خیلی دعا میکردن، برای فرزندم خیلی دعا میکردن. خب خودم کلامی که میخوندم میدیدم خداوند پدر آسمانی ما هست. مگه میشه یه پدر دوست داشته باشه که فرزندش عذاب بکشه؟ به این باور رسیدم که هیچ مریضی، هیچ دردی از خدا نمیتونه باشه. پیوسته در دعا بودن ایماندارا برام، تا خب طی این تست من اینو در اختیار خانومم گذاشتم. خانومم من جاده رفتم، خانومم خب من زمانی که
به کلیسا رفتم، روحیم خیلی عوض شد، زمانی که ایمان آوردم خیلی شاداب شدم، آرامش فکریم زیاد شد. خب بعد از اون مدت من به خانوم من بشارت دادم. خب خانوم من پافشاری میکرد، پافشاری میکرد، بگفت اینم یکیه مثل همونا، ما چه خیر از اینا دیدیم که از این ببینیم. خب من گذاشتم به اختیار خودش، چون خدای زنده ما خدایی نیست که به زور وارد قلب ما بشه، خداییه که با صبر پشت در قلب ما میشینه، منتظر میشه که ما در قلبمون رو باز کنیم وارد قلب ما بشه. من گذاشتم به اختیار خودش که خودش به این باور برسه، تا اینکه اون روز من حرکت کردم به سمت تهران. خب این تستم به اختیار خانومم گذاشتم، گفتم هر تصمیم خودتون گرفتین برای منم محترمه. خب اون شب خانوم من بعد که فردا به من تماس گرفت، گفت اون شب قبل خواب خیلی ناراحت بودم. اون موقع از ته دل با تمام وجودم از عیسی مسیح خواستم، گفتم عیسی مسیح اگه هستی بچه منو شفا بده، یه چیز نشون من بده. اون شب با تمام دل گفت دعا کردم، خوابیدم. فردا که به من زنگ زد به اون شب که من خوابیدم، خب زمانی که خواب دیده بود میگه خواب دیدم که اتاق پر از نور شد، یه دست از وسط نور به سمت من اومد، گفت بخوا که به تو داده خواهد شد، بکوب که در به روی تو گشوده خواهد شد. بعد عصر بود، کشیش هرمز خانوم من به من زنگ زد، بعد گفت که صبح اون روز بعد از این خواب دیدم که ایلیا با نشاط شاداب از خواب بیدار شد، ایلیایی که حتی غذا درست نمیتونست بخوره. آمین. گفت بلند شد از من صبحونه خواست، من صبحونه مفصل براش مهیا کردم گذاشتم، دیدم وضعیت روحیش خیلی خوبه. تا عصر وایسادم ببینم وضعیت روحیش چی میشه، دیدم خیلی عالیه وضعیت روحیش، که دیگه بعد با من تماس گرفت. کشیش هرمز زمانی که با من تماس گرفت، من مسیر کاشان قم بودم، اتوبان کاشان قم به سمت قم، اون زمان که بیتاب با من تماس گرفت، این خواب رو به من گفت و شفای ایلیا رو به من گفت، من شاید حدود 90 تا 100 تا سرعت تو اون اتوبان داشتم، من اصلا به آینه های بغلم توجه نکردم، فقط زدم ترمز بغل جاده ایستادم، از ماشین اومدم پایین، زانوی شک در برابر خداوند زدم، خدا رو شک کردم. بیشتر خوشحالیم کشیش هرمز برای خانومم بود، شفای ایلیا رو من مطمئن بودم، اطمینان قلبی داشتم که خداوند ما شفا رو میده. شاید دکترها خیلی وقتا از مریضی ها عاجز باشن، نتونن اون تشخیص رو بدن که مریضی چیه. خیلی وقتا ما میبینیم توی دکترها میگن دیگه هیچ امیدی نیست، قطع امید میکنن، ولی اون موقع هست که خداوند شفاشو جاری میکنه. من بیشتر اون موقع خوشحال بودم از ایمان خانومم، چون شفای ایلیا رو مطمئن بودم، اطمینان داشتم. بیشتر خوشحال بودم برای ایمان خانومم، برای اینکه خانومم راه راستی، راه حیات، راه نجات رو پیدا کرده بود، برای اون خوشحال بودم و زانو زدم و از خداوند تشکر کردم. کشیش هرمز خیلی خوشحالم، شاید ایمان خانوم من بعد از من ایمان آورد، ولی الان ایمان ایشون میتونم بگم قوی تر از ایمان منه، ایمانش خیلی قویه. از این بابت کشیش هرمز خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. الان ایلیان کنار من هست، میتونم شاهد عینی رو نشون بدم، بینندگان عزیز ببینن. بیاد یه سلام هم بکنه. بیاد ایلیای عزیز، بیار پسر تو، بیاد، خجالت نکش، روی یه سلام فقط سلام. بکن فقط یه سلام. به به، آره بشین رو زانوهات که هم چیز بشین، بشین رو زانو بابا، آره بشین رو زانو بابا. به به عزیزم، پسر عزیز خدا، داره شوک، هدیه خدا به تو، اینم نمونه معجزه خدا. آمین آمین، چقدر عالی.
من یه زمانی بود خیلی ناراحت ایلیا بودم، چون میگم یه خیابون که من ایلیا رو میخواستم ببرم راه نمیتونست بره. ایشون راه نمیتونست بره، همیشه بغل ما بود. من همیشه ناراحت این بودم که زمانی که ایلیا مدرسه میره، چون تعادل نداشت، همیشه میگفتم این چطوری میخواد تو مدرسه تنهایی بره، چون هیچ زمانی تا قبل مدرسه، یعنی تو مدرسه‌ش هم ایشون تنها نبود. خانم من بیشتری مواقع شاید 10 بار به مدرسه سر میزد، ولی الان ایلیا خودش به تنهایی مدرسه میره، مدرسه میاد، همه کاراش کشش هرمز خودش انجام میده. اون موقع از پوشیدن یه لباس عاجز بود، ولی الان لباساش خودش میپوشه، کاراش خودش میکنه. معزی بابت خیلی خدا رو شکر میکنم. همون جوری که توی حزقیال باب 37 کشش هرمز خداوند به ما قدرت کلام داده، زیر اقتدار خداوندیم، همون جوری که توی حزقیال توی رؤیا به حزقیال نشون داد، او استخونای خشکیده‌ای که برای چند صد سال پیش بود، استخونایی که خشکیده بود، به حزقیال گفت تو نبوت کن، تو فرمان بده به این استخونا. به حزقیال گفت آیا امیدی برای این استخونا هست؟ اون موقع من حزقیال که میخوندم پر از امید میشدم، پر از نشاط میشدم. کشیش هرمز به من امید میداد. وقتی که برای اون استخونها امیدی هست، برای من که فرزند خدا هستم امیدی نیست، برای منم امید هست، من فرزند خدا هستم. آمین. اینم ایلیا جان عزیز. آمین آمین. همسرت کجاست؟ هستن ایشون؟ همسرم هم هستن. بله، دوست داره بیاد یه سلام همون بکنه. واقعا برای برکت همه ماست یه خانواده رو ببینیم در حضور خداوند از کجا به کجا آورده. اگر راحته بگو بیاد، اگر نه باش یه قرار جدا میذاریم. اگر هست ببینیم. به به، خانوادگی خوب هستید شما؟ ببینیمت، بیا پایین یه خورده. به به، یکم جامون بده، یه کمی. آها، حالا شما آره. خوب هستید؟ خدا رو شکر، عالی. این شهادت خانوادگی که میشنوم دل ما شاد میشه. هم دردش، وقتی بچه آدم مریضه آدم میگه شاد کاش خودم مریض بودم، ولی شهادتی که میدید، هم درد رو گفتید هم درمان رو، هم غم رو گفتید هم شادی رو، چقدر عالی. خب شما بفرمایید. این آقا ایلیایی که شما الان میبینین، چند سال پیش اگر دیده بودینش این نبود. این لطف و فیض خداونده که شامل حال ما و خانواده ما شده. آمین که اگر کسی همچین مشکلی داره مثل ما، فقط به خدای زنده تکیه کنه و بدونه که خداوند ما هر لحظه و هر آن پشت در قلب ماست. فقط کافیه که ما در رو باز کنیم. آمین. اون زنده است، حامی ماست و ما زیر فیض و اقتدار عیسی مسیح هستیم. آمین. آمین. یه سوالم، شما وقتی خواب دیدید، من اینجا شهادتتون رو دارم میخونم، گفتی خواب دیدم، دعا کردم، خواب دیدم عیسی خداوند، و گفت تو خواب به تو چی گفت؟ عیسی مسیح تو خواب به تو چی گفت؟ اول که اون اتاق شد پر از نور، من همون شب خیلی گریه کردم، خیلی دعا کردم، گفتم اگر که میگن شما خدای زنده ای، میگن که این ارتباط یک ارتباط یک طرفه مثل تلفن یک طرفه نیست، اون چیزی که من از همسرم شنیدم پس تو به من نشون بده. اون شب من خیلی گریه کردم و حتی میتونم بگم بدون رخت خواب همونجا خوابیدم. پسرم هم خوابیده بود. همون لحظه بالای سرش از استرس اون تستی که قرار بود فردا ما بریم انجام بدیم، خیلی دلهوره داشتم، نگران بودم. دیدم که برای یک لحظه کل اتاق شد پر از نور. این نور به اندازه‌ای بود که اصلا من چشمام دیگه جایی رو نمیدید، فقط اون تشعشع نور رو من میتونستم ببینم. از قلب نور یه دست اومد بیرون و با یه ندای آرامش بخش گفت بخواه که به تو داده خواهد شد، بکوب که در بروی تو گشوده خواهد شد. من اینو شنیده بودم از همسرم، چون کلامو نخونده بودم، تا اون موقع من ایماندار نبودم، ولی میدونستم که این ندا یه چیزیه فراتر از اون چیزایی که من شنیده بودم.
انقدر اون حس قشنگ و جالب بود که من اصلا الان حتی نمیتونم اینو بیانش کنم. یادم که میاد فقط میتونم اینو بگم، من خدای زنده رو دیدم، به چشم خدای زنده رو دیدم و با دستان پرقدرتش اون فرزند من رو به من بخشید. و من همون لحظه فقط حس میکردم که میگفتم ایلیا، چیزی به جز ایلیا من نمیخوام. تو میگن نگران فرزندت هستی، من ایلیا رو میخوام. و همون فرداش دیگه ایلیای من یه چیز دیگه شد، مثل این میموند که یه درخت که ریشه هاش خشک شده باشه و جون گرفته باشه و جوونه زده باشه. به این شکل شد ایلیای مایی که الان اینجا میبینیم، زیر فیض عیسی مسیح دعاهای قشنگم میکنه که اگه دوست داشته باشین براتون یه تیکه از کلامو میتونه بخونه. حتماً حتماً ایلیا جان بفرمایید. پسر عزیزم شما هم صحبت کن، کلام بخون، بگو، بفرمایید. نترسی چون من به شما خبر خوشی آوردم. امروز در شهر داوود نجات دهنده ای که مسیح خداوند است به دنیا آمد. آمین. خبر تولد مسیح، وقتی فرشته ها این خبر را آوردن از زبان فرشته ها گفتی که مسیح به دنیا آمد. مرسی ایلیای عزیز، خدا رو شکر برای شما و خانوادتون. دعا میکنم برکت خداوند همینطور که تا به امروز معجزه کرده، باز هم معجزه ها در زندگی شما ادامه پیدا کنه. ایمانی که دارید با شهادتی که دادید به ما منتقل شد و هر که با شما ملاقات میکنه با مسیحی که در شماست ملاقات کنه و اون امیدی و اون شهادتی که گرفتید رو به دیگران منتقل کنید. قبل از خداحافظی چیزی هست که تو قلبتون هست به بیننده ها بگید؟ میخواید بیتون جان دعا کنی؟ آره، من برای همه اونایی که الان دارن این برنامه رو میبینن فقط میتونم اینو بگم که به خدای زنده ایمان داشته باشید. خدای ما خداییه که قدرت هر کاری رو داره و به اون میگن قادر مطلق. کافیه که ما فقط بخوایم و اونو بطلبیم. اون آماده است و مشتاق دیدار روی همه ما هست. و میتونم اینو بگم که با ایمان و اقتدار دعا کنید و بطلبید و همه میتونن زیر فیض و اقتدار عیسی مسیح باشن. فقط کافیه که ما قلبمونو بسپاریم. آمین. پیغامو شنیدید؟ پس از شما خداحافظی میکنم عزیزان. خوشحالم که با هم آشنا شدیم. ادامه بدیم این شهادت زیباتون، همه رو بنا کرد، به خصوص خود منو، خیلی خیلی عالی بود. فعلا خداحافظ. ممنون، خدا برکتتون بده. خدا بهتون برکت بده. خداحافظ.